مطلب دوم راجع به انتخابات است. بنده راجع به انتخابات انشاءالله صحبت خواهم کرد. اون چه امروز بخوام عرض بکنم اینه، برادران عزیز، خواهران عزیز، ملت عزیز ایران، حضور ملت ایران مهمترین عامل اقتداره. خامنه ای در مراحل پایانی نظامش برای فرار از بحرانهای لاعلاجی که رژیم با آن دست به گریبان است، تصمیم به تشکیل مجلسی یک دست از عناصر وابسته به خودش گرفته و قصد حذف رقبا را دارد. به همین خاطر او قدم اول را در اعلام نتیجه تعیین صلاحیت‌ها کاندیداهای مجلس ارتجاع برداشت. شورای نگهبان رژیم با اعلام مصادیق عدم تایید صلاحیت می‌خواست که باند رقیب را خلع سلاح کرده و از شدت حملات متقابل آنها کم کند. بررسی های شما رد صلاحیت شده، علتش چی بوده؟ حالا البته بعد که ما نتایج را اعلام بکنیم طبیعتاً هم خود اون فرد بهتر میدونه، هم در واقع افرادی که این افراد رو، این نمایندگان رو میشناسن. عمدتاً اون چیزی که عرض کردم خدمتتون دلایل اقتصادی است و سوء استفاده از موقعیتشون و دخالت در اموری که مربوط به اونها نیست. اما باند رقیب بیکار ننشست. ابتدا روحانی با انتقاد از جناحی کردن انتخابات حمله به شورای نگهبان را آغاز کرد و سپس در حمله متقابل کدخدایی روحانی را جلودار این پروژه ضد ملی خواند و بعد از توییت کدخدایی که به روحانی تاخته و به او گوشزد کرده بود که پا را از گلیم خودش درازتر نکند، رحمانی فضلی در نامه‌ای به کدخدایی دوباره بر آتش این جنگ باندی دمید و نوشت: توییت جناب‌عالی در خصوص صحبت‌های رئیس جمهور محترم در جلسه هیئت دولت را مشاهده کردم. ادبیات و واژه‌های به کار رفته در این متن در شأن رئیس جمهور قانونی و منتخب مردم و جناب‌عالی به عنوان یک حقوقدان با تجربه نمی باشد. با این موضع‌گیری‌ها در بالاترین سطح کارگزاران رژیم، این بحران درونی به رسانه‌های حکومتی هم کشیده شد. علی جنتی، وزیر سابق ارشاد رژیم هم نتایج رد صلاحیت‌ها که توسط شورای نگهبان اعلام شده بود را به باد حمله گرفت و در حساب توییتری خود نوشت: صدها نفر از نامزدهای انتخابات مجلس به دلیل عدم التزام عملی به اسلام یا عدم اعتقاد به نظام رد صلاحیت شدند. در بین آنان بسیاری از شخصیت‌های متدین، کارآمد و معتقد به نظام دیده می‌شوند که از حضور در این رقابت باز ماندند. وقتی داوران مسابقه همگی از طرفداران تیم رقیب باشند، پیشاپیش نتیجه مسابقه روشن است. باند خامنه ای در مقابل این آتشیاری رسانه ای حملات حریف را بی پاسخ نگذاشت و از قول مزدوری که او را فعال سیاسی می نامید شروع به پاتک به دار و دسته روحانی کرد. ابوالفضل فخرالاسلام، فعال سیاسی استان مرکزی: دومین سوژه دشمنان بهانه قرار دادن رد صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی است که اخیراً در سطح وسیعی در شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی استکبار جهانی روی آن مانور تبلیغاتی به راه انداختند. در حقیقت آنها نگران تشکیل دولت اسلامی هستند که با این دو کار فاتحه لیبرال‌ها، سازشکاران، فتنه‌گران، غرب‌زدگان و راندخاران در ایران خوانده خواهد شد. ارگان جنایتکاران بسیجی هم در ادامه این حملات به رقبا نوشت: در انقلاب اسلامی بودند کسانی که به خاطر نداشتن مسئولیت یا رد صلاحیت با صراحت گفتند آقای خامنه ای، هر آنچه که تو خوانده ای من هم خوانده‌ام، چرا باید من از شما اطاعت کنم؟ آنچه که بسیار عیان است این است که خامنه ای در اثر ضرباتی که از قیام‌های مردم و هلاکت قاسم سلیمانی خورده، ناتوان‌تر از آن است که بتواند از آب گلالود نمایش انتخابات رژیم برای خود ماهی بگیرد و این نمایش هم برای خامنه ای تبدیل به بحران بزرگی خواهد شد و آینده نزدیک مشخص خواهد کرد که این نمایش اقتدار رژیم چگونه به نمایش اضمحلال آن تبدیل خواهد شد. Dengemos, 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 dengemos.